یکمین باری که بازداشت شدم دهه 40 بودش، سال 45 بود که یک بازداشت کوتاهی بود و اصطلاح انجام شد که خب اون موقع در واقع دهه 40 شرایط آسون تری بود. دومین بازداشت هم سال 51 بودش که دستگیر شدم، که البته اون موقع دیگه وصل شده بودم به سازمان مجاهدین خلق، ولی توی اون دستگیری به رغم تهدیدا و بلوفایی که میزدن و نمیدونم چیزایی که ادعا میکردن و فشارهایی که بود، به رغم اینها خب تونستم طوری برخورد کنم که ارتباطم با سازمان رو نشد، لو نرفت و اونم یک دستگیری یک زندان کوتاه بود. 3 ماه بود که زندان بودم. 51 و اما سومین دستگیریم که دستگیری اصلی تری بود سال 54 را انجام شد که 28 مرداد سال 54 به اتفاق برادرم شهید ساسان دستگیر شدیم توی مثلا اتاقی که توی ته خیابون هاشمی اجاره کرده بودیم اونجا و محل محاصره شد و به اصطلاح دستگیر شدیم هر دو. خب 54 دستگیری در ارتباط با ضربه بزرگی بود که سازمان خورد و تعداد زیادی از اعضای سازمان دستگیر شدن و که به اصطلاح بعد از اون بود که در واقع اون دستگیر شدگانی که توی عملیات مسلحانه شرکت کرده بودن از جمله ساسان و صمدی لباف و بقیه اعدام شدن، توی زمستون همون 54 اعدام شدن، تیرباران شدن و من هم که کار سیاسی می کردم اصطلاح توی شاخه شریف واقفی بودیم که سرشاخمون رو که زدن، مجید رو که زدن، وحید افراخته شد سرشاخمون، در صورت منم به 11 سال حبس محکوم شدم که البته انقلاب شد و همون دمدمای انقلاب همگی زندانیان سیاسی آزاد شد. اما نهضت ادامه داره، نهضت ادامه پیدا کرد به قول معروف و 4مین دستگیریم در سال 61 انجام شد در زمانی که برادر دیگم شهید کامران دستگیر شده بود و رفقاش دستگیر شده بودن همگیشون. در صورت من توی فرودگاه مهرآباد دستگیر شدم قبل از یک پرواز داخلی که داشتم میرفتم و توسط برخی از همبندیام توی زندان زمان شاه، البته اون همبندیایی بودن که
من اوایل زندانم با اونها بودم، چون اوایل زندانم تو بند عمومی هم که اومده بودیم خب هنوز با سازمان بودم دیگه، که بعد از اینکه به 11 سال محکوم شده بودم به بند بالا، یعنی بند در واقع محکومین بالای 10 سال منتقل شدم و تو اون بند بالا بود که بعد از مدت‌های زیادی بحث، ماه‌های زیادی بحث رو اینا انشعاب کردم از سازمان، ولی اونم یک بازداشت کوتاه بود و به اصطلاح خب مشخص شد بعد از مدتی که استعلام و سوال و اینا از این برون بعد مشخص شد که من در ادامه زندانم توی اصطلاح انشعاب کردم از سازمان و خب بحثای زیادی توی زندان قصر با مسعود داشتم و با سعادتی، محمد رضا سعادتی و بقیه بچه ها که خب سوا شده بودم اینا نمیدونستن. و بعد از این که مشخص شد که بله من خیلی وقت سوا شدم دیگه اون مثل آزاد شدم، این چهارمی بود که گفتم. پنجمین بازداشتم، دستگیریم سال 86 و 87 و اینها بود که یک تجمعی جنبش زنان داشتش و منم به طرفداری از حقوق زنان اونجا بودم که خب به اصطلاح یه دست خانوما دستگیر شدن و من هم همینطور بازداشت شدم، اونم باز کوتاه بود. بله ششمین بازداشتم که خب سال این دیگه کوتاه اینها نبود، این سال 88 بود که انتخابات 22 خرداد 88 انجام شد. من و یه 7-8 نفر دیگه 23 خرداد بلافاصله فردای انتخابات شنبه 23 خرداد بازداشت شدیم. البته حکم بازداشت ما رو بعداً مشخص شد و رو شد اسنادش که 19 خرداد 3 روز قبل از انتخابات قاضی مرتضوی، همین سعید مرتضوی چی بگم راجبش، دادستان تهران بود و حکم بازداشت ما 7-8 نفر رو 19 خرداد صادر کرده بود که بلافاصله بعد از انتخابات بازداشت شدیم. و خدمتتون عرض کنم که اونجا هم به 6 سال حبس محکوم شدم که به اصطلاح 6 سال رو کامل و دقیق کشیدم تا آخر و سال 94 از ششمین زندانم آزاد شدم. هفتمین بازداشتم سال 98 بودش که در اول ماه می روز جهانی کارگر در میدان بهارستان روبروی مجلس اون طرف ها بازداشت و دستگیر شدم و به همون دوباره 209 اوین اونجا بودم و بعد از حدود 2 ماه با وثیقه آزاد شدم. و اتهامم هم توی این هفتمین زندانم اجتماع و تبانی بود که البته بعد از اینکه آزاد شدم با وثیقه و بازپرسی رفتم و اینها، دو تا اتهام دیگه تو این مرحله بهش اضافه کردن، یکی تبلیغ علیه نظام
و یکی توهین به رهبری، که اینها توی زندان اصطلاح هفتم، بازداشت هفتم نبودش و به 3 سال زندان محکوم شدم در دادگاه تجدید نظر که اخیراً بود، 3 سالم تایید شد و حالا منتظر زندان هشتم هستم. ابلاغ شده، این حکم به وکیلام ابلاغ شده و در صورت حالا باز هم نهضت ادامه دارد. ببینیم که بله اینطوری بود.